اسکارتیشو یا بافت زخم. بافت زخم علاوه بر ظاهر ناخوشایندی که ایجاد میکنه، باعث چسبندگی در ناحیه هم میشه و این بافت میتونه تا حد زیادی اون منطقه و اون ناحیه و اون عضو رو دچار منع حرکتی بکنه و جلوی دامنه حرکتی رو بگیره. ما با تکنیک های ماساژ و همچنین گرستون میتونیم به رفع و بهبود بافت زخم کمک کنیم و تکنیک های تیپینگ هم علاوه بر این که میتونن فشیا رو در اونجا آزاد بکنن، باعث تشدید گردش خون و گردش لنف میشن که خودش میتونه کمک بکنه پروسه تربیم تسریع پیدا کنه و زودتر بهبود بیابه. خب ما از تکنیک های متنوع ماساژ میتونیم کمک بگیریم برای رفع اسکار تیشو که در بحث عملی خدمت شما عزیزان اجرا میکنیم و این ناحیه و این ناحیه زخم میتونه به اشکال مختلفی در واقع تیپ بشه که چند مدل کاربردیشو من به صورت عملی خدمتتون هستم. خب دوستان عزیز، میرسیم به اجرای تکنیک های ماساژ برای رفع اسکار تیشو که ما در ناحیه شکم محل جراحی آپاندیس و همچنین در ناحیه مچ محل جراحی شکستگی مچ دست و همچنین جراحی سندروم کارپال رو خدمت شما تکنیکاش رو انجام میدیم. خب دوستان، ما میتونیم سر تای زخم و محل بخیه رو به این حالت با شست یک کششی در فاشیا بدیم، این صورت جرمه وارماب داشته باشه، حتی میتونیم از روغن استفاده کنیم و محل زخم و بخیه رو روغن بزنیم خب از تکنیک های سیرکولار میتونیم استفاده کنیم به این صورت، ساعتگر یا پاد ساعتگر با انگشت وسط و اشاره و یا بالعکس، همچنین میتونیم از شست استفاده کنیم، با شست اجرا کنیم ساعتگر و پاد ساعتگر، تعداد بالا مثلا 25 بار الی 50 بار میتونیم اجرا بکنیم. همچنین تکنیک ساید تو ساید میتونیم استفاده کنیم به این صورت، به دو طرف با انگشت شست یا با شست به این حالت اجرا بکنیم. دوستان از مدیاهای مثل پماد سیگالفیت اوین و سیگالفیت اوین پلاس و همچنین مدیاهایی که در ماساژ استفاده میکنیم مثل روغن اولاق، مثل روغن آرگان و همچنین روغن آلوورا میتونیم کمک بگیریم که اونا به رفع و ترمیم زخم بسیار بسیار میتونن کمک کنن. خب این تکنیک ها رو میتونیم اینجا اجرا کنیم و این تکنیک ها رو میتونیم بارها و بارها انجام بدیم و به بهبود زخم بسیار بسیار میتونن کمک کنن. خب میایم در ناحیه مچ دست. خب ناحیه مچ دست باز هم میتونیم سر تای زخم رو کشش فاشیایی انجام بدیم، از مدیا هم میتونیم کمک بگیریم، اینجا همون تکنیک هایی که در ناحیه شکم زدیم اینجا میتونیم استفاده کنیم به این صورت. خب دوستان میتونیم از گرستون هم برای تکمیل کارمون و تاثیر بیشتر استفاده بکنیم. خب این گرستون دو تا لبه داره، دقیقا این مسیر خط زخم رو بندازیم بین دو تا لبه به این صورت، خطی رو اجرا بکنیم این صورت، بریم سمت بالا همچنین میتونیم به این صورت صورت عرضی تکنیک رو اجرا کنیم به طرفین. همچنین در مسیر خود زخم به این صورت گرستون اجرا بکنیم. یه آبزاد عرضی. چرا من از درد که نداره. خیلی باید کنترل شده و با احتیاط انجام بدید که فشار بر روی شریان ها و ورید های این ناحیه و همچنین تاندون ها زیاد وارد نشه.
خب و در نهایت یک کشش هم میتونیم انجام بدیم در این ناحیه و تکنیک های تخلیه هم میتونیم کمک بگیریم به سمت آرنج و ازلی تو بغل، حتی از تکنیک های گرستان هم میتونیم کمک بگیریم برای تخلیه مواد زائدی که در این ماساژ ایجاد شده. خب دوستان، من برای مثال اسکار جای جراحی آپانتیس و شکستگی مچ و سندروم کانال کارپ رو خدمتون توضیح میدم و در واقع تیپ کردن جاهای دیگه هم میتونه شبیه به همینا باشه و از همین الگو میتونی برای قسمت‌های دیگه بدن هم اگر اتفاقی افتاده و جراحی داشتن میتونیم استفاده بکنیم. خب من به صورت زبدری کامل روی زخم رو میپوشونم اول. میشه که تیپ ها کاملا به هم دیگه چسبیده باشن و این امکان هم وجود داره که با یه مقداری فاصله در واقع این کار رو ما انجام بدیم. اونم اینه که یه مقداری بالا پایین زخم رو در واقع کاملا پوشش بدیم. حالا من فشیا رو به این سمت میکشم از بالا و سعی میکنم کلا یه مقداری چرخش به فشیا بدم که این کشش باعث بشه و کمک بکنه که در واقع بهتر آزاد بشه فشیا. حالا در جهت ساعتگرد یا پاد ساعتگرد میتونید این کشش ها رو اعمال بکنید. خب حالا میریم برای جای جراحی شکستگی مچ دست و سی تی اس. باز دوباره به همین حالت من به صورت زبدری روی مچ دستشون تیپینگ رو انجام میدم. فقط یادتون باشه که تیپ ها رو با حوصله مرتب ببرین و در واقع طوری باشه که دقیقا اندازه زخم باشه و بتونه بالا و پایینش رو کامل پوشش بده. حالا اینجا میتونم با یه وای کوچیک کل منطقه رو در واقع پوشش بدم، به سمت بالا یا پایین میتونم بکشم و نهایتاً کل مش رو هم میتونم فیکس بکنم به این حالت. دوستان عزیز، امیدوارم که از این محتوای آموزشی لذت کافی رو برده باشید و استفاده لازم رو ببرید. عزیزان خوشحال میشیم اگر نظراتتون رو برامون کامنت کنید و تجربیاتتون رو با ما شیر بکنید.